با سلام به شما بینندگان عزیز، به برنامه کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی خوش اومدید. خوشحالم که با همکارم سحر تیام از اتاق فرمان با برنامه دیگر از کمیته با شما هستیم. مجموع برنامه امروز ما در مورد سیل و مصاحبه با شیوا محبوبی سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و شعله پاکروان در مورد نشست با کمیسیون امور خارجه پارلمان هلند. شما الان میتونید با شماره تلفن ما که در پایین صفحه میبینید تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو در مورد برنامه با ما مطرح کنید. همینجور که میدونید سیل در ایران در چند استان ایران اتفاق افتاد، سیلی که سینش نوروز مهمان سفره نوروزی مردم ایران شد، سیلی که به جان مال مردم هجوم ورد و تمام حاصل سالهای رنج و سختی کار و مشقتی که به دست آورده بودن این سیل با خودش برد. اما این سیل رو ما نمیتونیم تنها بگیم یک اتفاق طبیعی هستش و این طبیعت بود که به جان مال مردم حمله کرد. نه، این طبیعت تنها نبود. به نظر ما عدم رسیدگی مسئولین حکومت، بی‌مسئولیتی اونها در طی 4 دهه از حاکمیتشون نسبت به جان مال مردم، نسبت به کشور، باعث شد که این سیل اتفاق بیفته. این تنها اولین اتفاقی نیست که در ایران افتاده. ما شاهد زلزله بودیم، زلزله‌ای که همین سال گذشته در استان کرمانشاه اتفاق افتاد. ما در چند وقت گذشته شاهد اعتراضات زیادی از طرف فعالین محیط زیست نسبت به اتفاقاتی که داره میفته بودیم، ولی مسئولین حاکم به جای گوش دادن به صدای اونها، به جای اینکه به صحبت‌های اونها گوش بدن که چه اتفاقات وحشتناکی داره میفته، اونها رو دستگیر کردن، بازداشت کردن و در پشت میله‌های زندان در حال حاضر به سر میبرن. به نظر من این عدم رسیدگی دولت به طور آگاهانه صورت گرفته. وقتی دست میبره درخت های این مملکت رو قطع میکنه، آتش‌سوزی هایی که آمدانه اتفاق افتاده، مشکل آبی که در جنوب داریم، بستن سد روی بستن آب روی مردم در جنوب ایران، این نشون میده که این دولت به طور آمدانه داره دست به تخریب طبیعت ما سیل اتفاق افتاده. مردم اعتراضات خودشون رو به شکل وسیع انجام دادن در استانهای مختلفی که میدونید، در استان گلستان، استان خوزستان، استان لرستان این سیل به طور وحشتناکی به جان مردم حمله کرده، ولی دولت عملا به جای اینکه به مردم کمک کنن فقط در حد شعار در بلندگوهاشون گفتن که اوکی از منزلاتون خارجن، ولی هیچ موقع هیچ کسی نیومده بگه که اگه این مردم از منزلاشون خارج بشن کجا پناه ببرن. صدها ساختمان دولتی و خصوصی در این مملکت که به کول این مردم، از جیب این مردم ساخته شده، خالی بودن. چرا اونا رو در اختیار مردم قرار ندادن که مردم بدونن جای امن دارن، بدونن امکانات هستش که برن به این جاها؟ ولی که حتی میدونیم که میبینیم که تعدادی از مردم تو این سیل کشته شدن و جمهوری اسلامی مسبب تمام این فجایعی هستش که در ایران اتفاق افتاده، مسبب جان کسایی هستش که در این سیل متاسفانه از دست داده شدن. کمیته خودشو همدوش و همگام تمام مردم ایران در غمشون شریک میدونه، بهشون تسلیت میگه و امیدواریم که بقیه انسانهایی که جان سالم به در بردن بتونن در وضعیت بهتری به سر ببرن. ما از
همه مردم میخوایم از کسایی که الان صدای منو میشنون برن به این اعتراضاتشون ادامه بدن، اجازه ندن دولت همینجوری دست رو دست بذاره که فقط شعار بده و هیچ کاری انجام نده. الان میبینیم تمام کمکایی که به مردم میشه از طریق خود مردم انجام میشه، یعنی دولت هیچ کاری نمیکنه. حتی تعداد کمکایی هم که کرده معلوم نیست به دست کی رسیده. ما صدای مردمی شنیدیم که گفتن اومدن اینجا کمک کردن ولی معلوم نیست به دست کی رسیده. خیلیشون اعتراض کردن به دست کسایی که به اونا نزدیکن، کسایی که باشون همکاری میکنن، این امکانات به دست اونا رسیده و درصد زیادی، باید بگیم 98% اونا، 99% اونایی که مورد هجوم این سیل قرار گرفتن از هیچ امکانی برخوردار نیستش. و میبینیم که حتی مردم وقتی اعتراض میکنن دولت به جای اینکه به صدای اونا گوش بده، اولین کاری که میکنه سرازیر کردن نیروهای سرکوبگرش هستش به مناطقی که سیل زده شده. ما در جنوب میبینیم که مردم وقتی اعتراض میکنن که چرا دولت کمک نمیکنه، شلیک رو به روی مردم باز میکنن و متاسفانه چندین نفر در سوسنگر در استان خوزستان زخمی شدن و یک نفرم به نام عبود جلیزی متاسفانه جانش رو از دست داده. ما میبینیم که دولت هر جا که میره مردم با اعتراضات مردم مواجه میشه و اونا رو فراری میدن و به اونا به هیچ وجه حاضر نیستن باشون به حرف اونا گوش میدن، چون میدونن فقط در حد شعار هستش. پس الان بهترین موقعیت برای متشکل شدن، برای تشکیل شوراهای مردمی در هر منطقه و شهر که بتونن وقتی سازمان یافته باشن میتونن به طور سازمان یافته ای به مردم سیل زده یا هر اتفاقی که برای اونها میفته کمک کنن. و علاوه بر این با سازماندهی خودمون با ایجاد شوراها میتونیم این اعتراضات رو در سطح وسیع شکل بدیم و همبستگی ایجاد کنیم، چون میدونیم برای پایان دادن به تمام این مصیبت و تمام فقر فلاکتی که داره اتفاق میفته در ایران و علاوه بر فقر فلاکت ما شاهد اتفاقات مثل سیل و زلزله هستیم، ریشه‌اش جمهوری اسلامی و با هم میتونیم این ریشه رو از بین ببریم که اون جمهوری اسلامی هستش و باعث بشه که مردم بتونن به زندگی با سطح خوبی با یه رفاه عمومی برخوردار بشه. اما در مورد برنامه بعدیمون، در مورد نشست کمیته مبارزه با آزادی زندانیان سیاسی و چند نفر از فعالین، از جمله ما شعله پاکروان، احمدی نیاز یکی از وکلا در این نشست شرکت کردند که ما در اینجا امروز با شیوا محبوبی سخنگوی مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و شعله پاکروان مهمان برنامه ما هستند تا اطلاعات بیشتری، خبرهای بیشتری را از خودشون بشنویم. ضمن خوش آمدگویی به شما عزیزان و از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. سلام میکنم خدمت شما، خیلی ممنون. مرسی شعله عزیز. ما شیوا محبوبی را هم داریم. صدای ما رو دارید؟ من فکر میکنم من شیوا بودم. آه ببخشید، من متوجه نشدم، با عرض معذرت. مرسی از اینکه با ما هستین در برنامه امروز ما. شیوا جان با شما شروع میکنم. این نشست به چه منظوری انجام شد و کلا ارزیابی شما در مورد این سمیناری که با امور خارجه پارلمان هلند داشتین چی هستش؟ بله، طبعا این نشست در ادامه، یا باید بگم این سمینار در واقع چیزی فراتر از نشست بود، این سمینار در ادامه کارهایی که کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در طول این از سال 2006 کرده که با سازمانهای مختلف، با دولتهای مختلف نشستهایی داشته، سمینارهایی داشته که بتونه وضعیت زندانیان سیاسی رو مطرح کنه و نه تنها اون خواسته هایی رو در پیش این دولتها بگذاره، فشار روشون بیاره. به نظر من ارزیابی من این هستش که خود این که این سمینار تشکیل شد مهمه. ما تو شرایطی هستیم که بعد از توافقات اتمی دولت‌های
اروپایی، مخصوصا اتحادیه اروپا و این نوع سازمان ها حتی حاضر نیستن تماس های مکرر داشته باشن، حتی حاضر نیستن در مورد زندانیان سیاسی صحبت کنن، و داشتن چنین سمیناری در این شرایط به نظر من خود برگزاریش یک موفقیت هستش که ما تونستیم توجه دولت هلند رو به این مسئله جمع بکنیم، مخصوصا که دو نفر از کسانی که از طرف پارلمان هلند شرکت کرده بودن جزو احزابی بودن که در قدرت هستن و حزب سوسیالیست که در واقع سازمانده اصلی این بود که ما با اون در تماس بودیم یکی از احزاب خیلی بزرگ اونجاست. و در نتیجه به نظر من خود سمینار خیلی موفقیت آمیز بود، اینکه کسانی رو داشتیم مثل شعله پاکروان که به نظر من نمایندگی خونواده ها رو در اونجا داشت، نمایندگی مادران رو در اونجا داشت و اونها تونستن صدای این مادران رو بشنون و همینطور از طریق آقای احمدی نیا صدای وکلای زندانی رو بشنون. این خیلی مهم هستش، مطرح کردن و وضعیت تعدادی که اونجا بودن. ما صحبت از این بود که وقتی در رابطه با این صحبت کردیم که سفارت ایران باید بسته بشه، یکی دو نفر از حاضرین صحبت کردن و این خیلی مهم بود که خود همون نماینده پارلمان هم گفت خیلی خوبه که ما از کسانی که شهروند هلند هستیم اینها رو هم میشنویم. و یک در واقع نتیجه خیلی زربار عجلیش به اصطلاح این بود که سریعا این اعضا رفتن، چون آخر این سمینار من یک گزارش 20 صفحه‌ای رو بهشون دادم و اینا هم همه این نکاتی رو که هر چهار سخنران صحبت کرده بودن با در واقع وزیر امور خارجه هلند مطرح کردن و مهلت 6 هفته‌ای بهش دادن که این در واقع یه قانون هستش که جوابگو باشه. به نظر من شما اگر در خود فقط این رو نگاه کنیم بسیار موفقیت آمیزه. و درجه دوم کسی که خانمی که در واقع این رو خود به اصطلاح اونجا صحبت میکرد و چهر کمیته بود، چهر اون نشست بود، صحبتی که کرد تأکیدش رو این بود که ما باید با همدیگه شروع کنیم یک نقش عمل بگذاریم و به نظر من حداقل برای خود منی که بارها با این دولت ها و سازمان ها نشست دادم این میتونه یک نکته خیلی خوبی باشه. طبعا ما به عنوان کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در حال تهیه یک سری پیشنهادات، یک سری نقش عمل هستیم که بتونیم این رو به پیش ببریم. به همین دلیل این یک قدم اول بود، کافی نیست ولی به نظر من قدم موفقی بود. من سوال بعدی رو از خانم شعله پاکروان میپرسم. شما که به عنوان از طرف خانواده های زندانیان در این نشست شرکت کردین، میتونی بگی نظر شما در مورد، ارزیابی شما در مورد این سمینار چی بوده؟ اول سلام میکنم خدمت همه هموطنانم، ابراز همدردی با همه سیل زدگان. امیدوارم که سیل طبیعی زندگی مردم هست و نیست مردم رو خراب کرده، سیل مردم بتونه این حکومت فاسد رو از دامن کشورمون پاک بکنه. درباره این نشست من خیلی خوشحال بودم از اینکه برای اولین بار بود که در این سطح من در جلسه شرکت داشتم. 10 دقیقه وقت صحبت داشتم که من اون 10 دقیقه رو استفاده کردم برای مسئله کسانی که یا خانواده هایی که عزیزانشون به نوعی مورد تجاوز یا در معرض تجاوز قرار گرفتن از سوی مقامات حکومتی و به نوعی قوه قضاییه و حکومت در واقع قربانی رو مجازات کرده و کسانی که متجاوز بودن در واقع از مجازات مسئول موندن. مثال هایی که زدم درباره سعید طوسی و همچنین سلمان خدادادی که متاسفانه منجر به قتل زهرا نویدفور شد. البته مسئله اصلی برای من به عنوان یک دادخواه، به عنوان مادر ریحانه، مسلمه که مسئله ریحانه است، اما در کنار پرونده ریحانه، در کنار این غم ریحانه، من درباره مادران دیگه هم فکر میکنم. البته که درباره خاوران هم من صحبت کردم، اما چون متن اصلی
به اصطلاح صحبت‌های من درباره مسئله تجاوز به دختران و زنان ایرانی بود، بیشتر تأکیدم روی اون مورد بود. اما مسئله اعدام در صحبت‌های من بود. خیلی خوشحالم که آخر جلسه، چون جلسه خیلی طولانی نبود، آخر جلسه من همین خانم به اصطلاح رئیس جلسه، رئیس کمیسیون، اومدن خیلی با محبت منو بغل گرفتن و من ازشون قول گرفتم که چون خودشون گفتن که من در کنار شما هستم و من بلافاصله بهشون گفتم که به من قول بدین که برای تشکیل یک دادگاه بین المللی کمک میکنید و فورا گفت که من قول میدم که این کار رو بکنم. میدونم که سیاستمدارها یه وقتایی ممکنه حرفایی بزنن رو کلماتشون باید خیلی آدم دقت و توجه کنه، اما معنی قول برای من فکر میکنم خیلی روشن باشه. قول یعنی این که قدم‌های عملی برای انجام یک خواسته یا یک چیزی که روش تعهد میدن هست. امیدوارم که خیلی زود این انجام بشه. از سرعت عملی که نشون دادن که تقریبا میشه گفت بلافاصله بعد از پایان جلسه ای که ما داشتیم اینا وارد عمل شدن و کمتر از 24 ساعت بعد از اون جلسه خبر این در اومد که با وزیر خارجه به شکل رسمی صحبت کردن، به شکل رسمی سوال ازش کردن و بهش فرصت دادن. این خیلی به نظر من قدم مهمی بود. اما من به عنوان یک فعال علیه اعدام، به عنوان یک نفر از مردم ایران، تمام چشم امیدم رو به چنین جلساتی نمیبندم. به نظر من کار اصلی رو ما مردم ایران میکنیم، اما در زمانهای منافع کشورهای دیگه همسو میشه با منافع ما مردم در مقابله با حکومت فاسد و امیدوارم که بتونیم از این همسویی، از این شرایط خاص ما بالاترین بهره رو ببریم. برمیگردم به شیوا محبوبی. همینجور که تو صحبت ها مشخص میشه و ما میشنویم، ممکنه مطرح بشه که کلن نشست با دولت ها نتیجه نداره و نباید، همینجور که شعله در صحبتاش مطرح کرد، اینکه نباید زیاد خوشبین بود به این دولت ها که کمک میکنن. جواب شما رو دوست داریم بشنویم در این مورد. کاملا قبول دارم، نباید شاید بگم نه خوشبین، بلکه نباید به اون دل بس، چون این دولت ها همطور که شعله هم اشاره کردن منافع خودشونه. هر جا پول باشه اونا اونجا چشاشون رو کشتن آدم ها میبندن، به راحتی میبندن و مطلقا همونطور که دیدیم مادر رامین حسین پناهی به مسئول اتحادیه اروپا نامه نوشت، گفت خودت بچه داری و یه مدت قبل از اعدام رامین بود و اون یه چیز فرمالیته جواب داد، چرا که رابطه تجاری اتحادیه اروپا خیلی مهمتر از رامین و رامین ها هستن. تنتشه به نظر من این خیلی نکته مهمیه که در نظر داشت، اما برگزاری این نشست ها به هیچ عنوان خوشبینی به این دولت ها نیست، برعکس. ببینین یه ابزارهایی تو این جامعه دارم، منم دقیقا معتقدم که ببین خلاصی از دست جمهوری اسلامی فقط به دست مردم ایران و یک انقلاب، فقط این هستش، هیچی غیر از اون نیست. نه ترامپ و آمریکا میتونه بیاد اونجا رو تسخیر کنه، آزادی بیاره، هیچ کدوم از اینا، نه محاصره اقتصادی میتونه که تو همون جلسه هم خود من اشاره کردم، هیچ کدوم از اینا نیست. بلکه یه مسئله که هستش، ببینیم ما به عنوان یک مثلا کمیته میگم، یک کمیته که داره در رابطه با زندانیان سیاسی کار میکنه، همیشه دنبال این هستیم فرصت هایی که بتونیم یک همبستگی جهانی به وجود بیاریم. همیشه وقتی انقلابا در کشوری صورت میگیره نیاز به یک همبستگی جهانی داره، چون مورد حمله قرار میگیره. ما در تلاش هستیم که همبستگی جهانی برای زندانیان سیاسی که به عقیده من همون برای مردم ایران هستش به وجود بیاره و در نتیجه از اهرمای فشاری استفاده میکنیم. مثلا فرض کنیم زمانی که اتفاقا رهانه در زندان بود، کاری که ما میکردیم از طریق
کمیته های زیر مجموعه پارلمان اروپا و خود افرادی که تو اتحادیه اروپا موقع سمپاتی داشتن فشار می آوردیم، چون اینها کسانی بودن که حالا یا به حزبی معتقد بودن که شاید انسانیت در اون بیشتر بود، یا منافعشون اقتضا میکرد، یا منافع انتخاباتیشون، حالا اونو ما خیلی کار نداریم، ولی به هر حال رو اینها ما فشار گذاشتیم که بتونن در سطح وسیعتری فشار بیارن. به هر فشاری که یک کمیته اتحادیه پارلمان اروپا میذاره فرق میکنه با فشار من و شما، از مکانیزمایی که استفاده میکنن فرق میکنه. به همین دلیل ما زمانی که بخوایم مثلا روی اتحادیه ILO یا اتحادیه جهانی یا اتحادیه جهانی کار ببخشید دارم ترجمهش میکنم، بخوایم فشار بیاریم، میام چیکار میکنیم؟ از طریق اتحادیه کارگری این کارو میکنیم، از طریق اتحادیه های کارگری که اونجا نماینده دارن. در نتیجه ما از طریق این مکانیزمایی که داریم، اگر ما از فعالین محیط زیستی که در زندان هستن حمایت میکنیم، که در همون جا من اتفاقا عکسشون رو نشون دادم، صحبت کردم در مورد سیل اخیر، اگه میخوایم از اینا حمایت کنیم، میریم سراغ احزاب سبز، احزابی که طرفدار محیط زیست هستن. اگه از معلمان حمایت میکنیم، میریم سراغ اتحادیه معلمان. یعنی تو این جامعه ما سعی کردیم حالا دولت هایی که یک مقدار سمپاتی نشون میدن هر نوعش باشه. به همین دلیل برای ما این وسیله است، هدف نیستش. بدنش خوشبین مطلقا نیستیم. من حتی فردا ممکنه همین خانم بزنه زیر قولش، ممکنه همین کارو بکنه، ولی ما مثل مبارزه است دقیقاً. ما اینو باید ادامه بدیم و این به نظر من نکته مهمی هستش که تمام سازمان های جهانی بدونن تو ایران داره چی میگذره و نذاریم این بچه هامون توی زندان اینجوری از بین برن. سوالی که به نظرم اومد اینه که در حال حاضر دولت های اروپایی پس از توافقات اتمی رابطهشون بهبود پیدا کرده، آیا با توجه به تمام این فاکتورها میتونیم در سطح بین المللی به رژیم فشار آورد با حمایت هایی که از طرف کشورهای اروپایی انجام شده؟ من باید جواب بدم؟ نه، سوالم از شیوا بود. اوکی، ببخشید نمیدونستم. ببینیم، به نظر من خیلی سخت‌تر شده کارمون، خیلی سخت‌تر شده تا قبل از توافقات اتمی، ولی که امکان پذیر هست از نظر من به دو جهت. یکی اینکه بالاخره شما نگاه بکنین، همین الان حرف سیل رو زدین، این سیل تبدیل شد به اعتراض مردم هر چیزی تو ایران، چون واقعا انقدر شرایط بده. خود رژیم جمهوری اسلامی در شرایط خیلی وحشتناکی هستش در داخل ایران، واسه این انقدر میکشه و میگیره و فشار میاره. بعد یه جنبه به نظر من جهانی که وجود داره، همین حالا دولت آمریکا یا مخصوصا ترامپ داره فشار میاره به ایران، فشار میاره به اتحادیه اروپا، و جمهوری اسلامی به شدت کشورهای اروپایی رو نیاز داره به خاطر اینکه کارهای تجاریش رو صورت بده، به خاطر اینکه هنوز اون محاصره اقتصادی رو که از طرف آمریکا هست به یه نوعی بشکنه، و از نظر من تو شرایط خیلی ضعیفتری هستش. و براستی اگر دولت‌های اروپایی بخوان، همین حالا میتونن، چیزی که ما توی همین جلسه ازشون خواستیم، میتونن در کنار اینکه دارن تجارتشون رو میکنن یا هر کاری، جلو اونو ما نمیتونیم بگیم، ولی میتونن بشنن بگن که خواسته ما این هستش که به این زندانیان باید مداوا دارو درمان بدیم، باید آزادشون کنیم، باید حکم شلاق رو بیسونیم. یکی اون هستش به نظر من، و یکی اینم هست. ببینیم، ما وقتی که به جامعه مراجعه میکنیم، به این دولت ها، به خود مردم اون جامعه مراجعه میکنیم. زمانی که ما یک کارزار میذاریم، فقط به مثلا اجازه بدید یه مثال براتون بزنم. ماه مارس در واقع شورای حقوق بشر برنامه ای بود، قرار بود ظریف رو دعوت کنن که بعد ظریف خواست استعفا بده، یک دیگر رو صدا زدم، ولی به هر حال ما فشاری که آوردیم از طریق همین وکلای حقوق بشر فقط به دولت ها نبود، در واقع از مردم خواستیم نامه اعتراضی بفرستن. حواسمون باید باشه که این دو جنبه است. یه جنبه مهمش انسانای واقعا آزادی خواهی هستن که تو این جامعه وجود دارن و مدافع زندانیان سیاسی هستن. ما بخش بیشترش رو اینا قضاوت میکنیم، میگیم شما شهروند اون کشور هستین، باید به دولتتون فشار بیارین، بگین که این چرا باید به این شکل باشه، چرا باید هنوز شما با کسی تجارت کنین که شکنجه داره میکنه، که اعدام داره میکنه. به همین دلیل به نظر من ببینین، سخت‌تر شده، درست میگین، ولی هنوز از لحاظ موقعیت جمهوری اسلامی در سطح جهانی یه مقدار شکننده تر شده و خیلی بیشتر میشه به جمهوری اسلامی فشار آورد.
مرسی. سوال به علت وقت برنامه سوال آخر اما از شعله پاگرامان میپرسم، شما که به عنوان خانواده زندانیان بودین، فکر میکنین توی اگه توی این نشست ها شرکت میکنید، این نشست ها ممکنه نشست های بعدی هم باشه، تأثیرش چیه؟ من نظر شما رو میپرسم به عنوان یک خانواده زندانی. ببینید، کسانی که داخل ایران هستند، موقعی که متوجه میشن که به اصطلاح صداشون یا دردی که دارن به گوش دیگران رسونده میشه، بهشون امید میده، دلگرمشون میکنه. این خیلی مهمه. من زمانی که خودم توی این شرایط بودم پیگیری میکردم، میدیدم همین شیوا و دیگران، وقتی میدیدم که تلاش میکنن برای اینکه دخترم رو نجات بدن، اصلا فکر نمیکردم که این اتفاق تلخ برای بچه‌م بیفته. همش میگفتم که دارن همه دنیا روز به روز دارن متوجه میشن که بچه بیگناه من در خطره و اونا دارن اعتراض میکنن. این حکومت نمیتونه این دیگه بچه منو اعدام بکنه در مقابل دنیا وایسه. البته که من اون موقع معنای سیاست رو نمیفهمیدم، الانم متوجه نیستم، ولی خودم اون موقع دلگرم بودم، خودم راضی بودم. من فکر میکنم این خیلی مهمه که دو راه داریم. این بلاهایی که سر مردم، سر بچه های مردم در داخل ایران میاد، میتونه در سکوت اتفاق بیفته و هیچ کس مطلع نشه، یه دردی باشه که فقط تحمیل بشه به یک خانواده یا یک فامیل، یا اینکه نه، این رو با دیگران به اشتراک بذارن و واقعا این دریای محبت مردم، این شفقت و همدلی مردم همراه با تلاشی که برای نجات اون فرد اعدامی یا زندانی میشه، این خیلی نیروبخشه. یعنی یک مثل یه موتور محرکه است که خستگی رو از تن آدم میگیره، تشویقش میکنه به اینکه تلاش بیشتری بکنه. یعنی من مطمئنم وقتی که آرش صادقی به گوشش برسه که توی یک جلسه در پارلمان بلند مثلا درباره کیس خودش، درباره بیماریش، درباره ظلمی که بهش شده صحبت شده، دلگرم میشه، میدونه که تنها نیست. و اینکه تو احساس بکنی در راه مبارزه‌ای که داری میکنی تنها نیستی، به تو قوت میده. من اینو خیلی اهمیتش رو بالا میدونم، کما اینکه با خانواده های ارتباط داشتم که در دهه 60 تنها موندن و اونها به شدت آزار دیدن، به شدت دل شکستن. البته که نیروی منفی که دارن، اون حس به اصطلاح خشمی که نسبت به حکومت دارن وجود داره، چه کسی خبردار بشه چه نشه، ولی وقتی که این درد به اشتراک گذاشته میشه و میبینی که کسانی که حتی رنج تو رو خودشون در زندگیشون تجربه نکردن اما دنبال کار تو هستن، دنبال اینن که از آلام و رنجهای تو کم بکنن، واقعا یه چیز فوق‌العاده است. و من خیلی خسته نباشید میگم به تمام کسانی که باعث شدن این جلسه و جلسات مشابه برگزار بشه. به نظرم همچنان باید ادامه پیدا بکنه. جمهوری اسلامی در همه ابعادش باید رسواتر از قبل بشه. مسلمه که سیاست جهانی تغییر میکنه، نمیدونم قراردادهای میبندن یا فسخ میکنن، نمیدونم حالا اتمیه یا هرچی، من اینو کاری ندارم، اما اینو میدونم که در داخل ایران یک اتفاق بزرگ افتاده و اون اینه که مردم دیگه اعتماد به حکومت ندارن. حالا تمام کشورهای دنیا اصلا بیان پشت جمهوری اسلامی بایستن، مردم داخل ایران رو در روی حکومتن. حالا کشورهای اتحادیه اروپا، آلمان، هلند، فرانسه، انگلیس، همشون برن پشت حکومت وایسن. آیا میتونن در مقابل یک ملت بایستن؟ غیر ممکنه. تاریخ نشون داده که یک چنین اتفاقی نمیفته و حکومت ها وقتی که مشروعیتشون یا جایگاهشون رو نزد مردمشون از دست میدن، کارشون تمومه، حتی اگر همه دنیا پشت یک حکومت. مرسی از صحبتاتون، مرسی که با ما بودین امروز.
و از صحبت هایی که در مورد نشستتون در مورد پارلمان هلند با امور خارجه پارلمان هلند انجام دادید. با تشکر از حضورتون. خداحافظ. خداحافظ شما. به برنامه امروز ما رو دیدیم، امیدوارم که برنامه ما مورد توجهتون قرار گرفته. در آخر سر من توجه شما رو به آدرس هایی که میتونید با ما در تماس باشین نشون میدیم روی صفحه و شما میتونید با ما در تماس باشید. با تشکر از اینکه با ما بودین تا برنامه آینده.